آقا گفتم دو تا بریم میدیلور بسازی، حالا فرض کن من چک بارمو ساختم، شما یه چیز دیگه هم بسازی، مثلا یه اچ پی آر بزن میک میدیلور، مثلا یه زد اسمش از یه زد میزنم، میام اینجا ببینید این زد بینم ساختش، یه دکو کنید فعلا برمیگردم میگم اکو اسمش از این زد بین یکی، میگم اسمش چیه، مثلا اسمش چک بارام، اینو میذارم هلو ورلد، نمیذارم اصلا اسمش رو میذارم چک بارام. خب یه دونه کنترلر دارم، اسلایدر کنترلر، و اومدم اینجا چک رو دادم به این، میام اینجا به امد یه دونه پی اچ پی آرتیزان میک کنترلر، مثلا پست کنترل هشتش میسازم، آه برای این میسازم، میام اینجا توی وبم میام میگم root resource مثلا host و host controller و مرتب کلاس و پارامیناشو نمیدم دیگه، حالا میتونید بدید ولی حالا این ایدرسش رو میذارم چی زرمی. چه اتفاقی میفته؟ الان اینجا بنویسید post، چه اتفاقی میفته؟ میگه ای زدی نات اگزیست. چرا نات اگزیست؟ خودتون رو بگید. کرنل تعریف نکردیم. اصلا هر وقت نات اگزیست گرفتی یعنی که کرنل تعریف نشده. باید اینجا یک کاما بذارید. اسمشو مثلا بذاریم ای زدی. حواستون به این گزینه ها باشه. بچه ها اکثرا یادشون میره ویدیو رو تعریف میکنن. بعد هی میگن چرا انجام نمیشه. انجام میشه. خودت حواست نبوده نداشته. در این کلاس تمام شد. این الان شناخته شد کافیه که من الان بفرشش کنم. ببینید این زد می کرییت این زد می چه می دونم ده این زد می ده ادیت این زد می. خب بیام برم روی سلایده چک بارم. پس ببینید من دوتا میدیلور خاص اومدم کجا تعریف کردم؟ روی دوتا روت خودم، روی دوتا روت خودم اومدم این دوتا رو تعریف کردم. خب میتونستم به جایی که بیام اینجا قرارش بدم هرپیتر قرارش بدم، میرم کجا قرارش بدم؟ این گفت این همه در مورد شیگرهای صحبت کرد، میتونید بریم هر کنترلر میتونه آفراکتور داشته باشه، فابریک فانکشن کانستراکتور، اگر دو میگیم دالر دیس میدهیل ور اسمش چی بود؟ چک بارم بود، اسمش چک بود چک پوس یا اینجا آبریک فانکشن کانستراکت و ایشون میگیم دالر دیس، دالر دیس اشاره میکنه به چی؟ به پست کنترل داریم، اسمش چی بود؟ ببینیم کار میکنه اصلا این کار نمیکنه. بزنم اینجا چک پارام رو برگردم، طبیعتا اگه نگاه کنید اینجا من پارام رو برداشتم رویدم برداشتم رو برگردم میگم پست کدامش بهتره؟ خب یا توی کانسترکتورتون بزنید، سازندتون بذارید، حرفه ای تری روتت رو شلوغ نکنسته، این روت رو شلوغ نکنسته. حالا حالا وقتی بخواییم پروژه بسازیم، ما میایم یه گروپ درست میکنیم، یه روت گروپ درست میکنیم و اون گروپ رو میدلور میکنیم دیگه، روی همه روت ها میدلور میکنیم، مثلا میدلور آس، امروز قرار با آس آشنا بشیم، یاد بشیم. شما میاد میگه آقا طرف تا لاگین نکنه نمیتونه به صفحه ادمین من، به صفحه اسلایدر من، به بک اندش، به هیچ کدوم نمیتونه دسترسی پیدا کنه، راحت میتونم روش آس رو بذارم کسی ندونه استفاده بکنه دیگه. خود اتنتیکیشن عین مثلا ای اس پی، عین جاوا، عین مثلا پایتون، همشون چیز دارن دیگه، بگو اتنتیکیشن دارن، همین قضیه رو داره هندل میکنه. شما راحت میتونی از اتنتیکیشن ایشون استفاده بکنی، اتنتیکیشن خیلی حرفه‌ای هم هستش، میتونی راحت توی پروژه بیا چیکار کنی،
بکندت رو راحت بزنی دیگه، بکندت رو سریع. فقط حالا ببینیم ما میخوام پروژه بزنم مثلا کل اون بکندش آماده کردن شاید مثلا نیم ساعت طول نکشه، محتواش رو آماده بکنه بعد دیگه شروع کنه حالا فرانت رو تیکه تیکه کردن و بعدم شروع کنه بکند رو اصطلاحا نوشتنش. موارد رو باید کنار هم دیگه تمام چیزایی که یاد گرفته رو بذاریم کنار هم دیگه بتونیم خروجی مورد نظر رو بگیریم.